خب درفت بعدی شروع شد. من میخواستم یه بریک بدم و برم. برو یه بریک بده بیا. من هستم. ولی آخر درفت من یه دبلیو سی میرم. باشه بس من یه بیاده بدم. من شاید دیگه اگه بازی تا یه رو به هفت تموم نشه مجبورشم وسط استریم ببندم استریمو، چون گودی باید بره دکتر. و بعد و وقتش ساعت هفته و این دکتر خیلی شلوغه، ای دیر برم ایرش هم دستم نمیده. بچه دیگه هیچ جا چت نمی کنه، پی تی اس دی میگیره. بابا واقعا فشاری که رو استریمره خیلی زیاده. بابا فکر کنم من دارم آنالیز میکنم، کست میکنم، نمیدونم چت میخونم، مثلا این ور حواسم به این، حواسم به اونه، بعد محتوا هم مثلا خوب باشه، ردیف باشه، چرت و پرت نگیم، مثلا یه چیزای درد بخور بگیم، شما حال کنین. همه این فشار رو تصور کن، آلردی هم 4 ساعته داریم لایو استریم میکنی، و فکر کنم مثلا یک چتی هم میخونم، نمیخوام صحبت پیمان رو چیز کنم، صحبت پیمان رو نمیخوام قطع کنم، داره کست میکنه، افورت میذارم، آلت و تب میکنم بدون اینکه اصلا تو استریم معلوم باشه اف بی اس پایین بیاد، صدا برای شما قطع شه، من دارم آلت و تب میکنم فلان، سوالی که مثلا تو چت جواب میدم، مثلا یارو گفت آقا گاردین که مثلا خیلی بهتره که اورکید رو دیسپل میکنه، نه مثلا تو این مایه که گست و درد نمیخوره گاردین خوبه. من اصلا شب بهش نوشتم که بابا گاردین 5400 تا پولشه، این 1400 تا پولشه، من منظورم اینه. بعد اونو مثلا تو چت داره با هم بحث میکنه که خب اگه اینو اورکید کنن اونو بکشن چی؟ بعد دیگه من توی گفتم بابا اوکی منو نگاه کن که دارم افورت میذارم. یه وقتایی مثلا خسته ای زیر فشار تو میخوای یه کار اضافی بکنی، بعد 3x میره رو مخت وقتی اون اتفاقی که فکر میکنی نمیفته. دیگه من دیگه حوصله ندارم بیام به طرف توضیح بدم داداش من اومدم گیمو ول کردم، آل تپ کردم، جواب تو رو دادم، فلان کردم، بعد تو داری بحثم با من میکنی، بعد ناراحتم میشه، میگه میخواستم یه چیزی یاد بگیرم. کونگو شاد خب میخواستی یاد بگیری، همون اول جواب تو دادم دیگه، تو میخوای بحث کنی نمیخوای یاد بگیری. اگه مخالفی حله، اگه نظر منو میخوای یاد بگیری خب من گفتم. مثلا یه چیزی اینجوری کوچولو یه وقتایی زیاد میشه یهو استریمر رد میده، یعنی پیمان یهو مثلا میبینی آقای محمد فلان بیسار یا خاطر اینکه 10 نفر این اتفاق افتاده براش، بعد هیچی نگفته، یهو سر نفر 11 آره یهو سر مثلا نفر 11 به قول تو آفری ترمز بریده، یهو مثلا ترمز میبره میگه بابا نکنید دیگه فلان، بعد اینم خیلی پیش میاد. من که خوبم بابا، منو پت نکنید، پیمانو پت کنید بابا که ساب دارید، من دارم برای شما هم میگم که درک کنید که آقا کلا کار سختیه، اگه بخوای اهمیت بدی به تک تک افرادی که دارن خلاصه نظر میدن صحبت میکنن اینا، آره پیمانو پت کنی، بخوای اهمیت بدی سخته. بعد من اهمیت میدم هم پیمان اهمیت میده، یعنی مثلا بستن چت خیلی کار ایزیه، چت ببندی بس خواهد نظرتو بدی، هر کی هر چرتی هم مثلا گفت گفتش مهم نیست اصلا برام، چت که میخونی اهمیت میدی ناراحت نشید اگه یه موقع دیدی استریمر مثلا چیز کرد، به خاطر اینکه براش مهمه، وگرنه خب میتونه بخونه ایگنور کنه مثلا تو بهترین حالت جوابت هم نده بگه باش خبر این، پیمانو پت کنید اوکی میشه. باشه ولی آخه محمد پیمان چشتو بگیره از حسین 20 از حسین 20 210 که حالا بهتر نیست ولی بدترم نیست دیگه، یزید 20 210 دیگه چه سمیه. رست نکنید آقا، اسم همون رست نکنید. میدونی چرا این ست جدید از مارکت پاک شدن؟ به قرآن اگه بدونم، من ذره ای از مارکت انبارم نیست، فرهنگ و اخلاق. محمد پیمان، فکر کنم پیمان محمد پیمان بود، هر دفعه میخواستم صداش کنم پیمان و همی گفتم محمد پیمان راستی فلان، ایدی کار سختیه، چرا آخه اسم بچه رو دو قسمتی میکنیم ما؟
انرژی بیشتری از خودمون گرفته میشه. حتی نریمان که اسم سه بخشیه به نظر من زیاده. تا بخوای به یارو بگی نریمان، اصلا یه اتفاق جدیدی افتاده تو زندگیت. مثلا علی، حسنی، محمدی، نمیدونم، محمد هم همه محمد هم. علی، حسنی، حسین، سجاد، اینا اکچولی نری صدا میکردن تو خونه قبلا. نری؟ آره، نری. هیچ مقاومتی نکردی در برابر نری؟ داداشه بچه 4 ساله چه مقاومتی بکنه؟ چهار سال بچه بودم میگو بری نریم، من هستم. ببین من ساعت 6:45 دیگه ماکس باید برم، مگه اینکه نه گفتی بریک میگم. آره من میبینی. آها بعد یکی از اینم یادم رفت بگم، یکی ممکنه بگه حالا نریم و چه استوری داری اینا، مینه 25 جمع کنن. علتش اصلا اینه، چون من میخوام برم 6:45 دقیقه لیکوید داره کیری بازی میکنه. حالا نمیدونم نریمان چه علکی هرس میخوری، ببخشید تو خوبی اینسینیا بده. نه آقا جان، من میخوام برم، من بدم اینسینیا خوبه، من میخوام برم. اینجوری هم که آقا فقط برد آیتم درست بخرید، من میخوام برم. مشکلم اینه، اصلا مشکلم با گیم پلی اینسینیا نیست. این و اینو یادم رفت بگم، اصلا اصل توضیحات من این بود که اگه میبینید من میگم چرا ایسی نمیخری بری تاور بزنی، چون عجله دارم دادش دیره. ببر بریم اکستریم گیمینگ رو حذف کن دیگه. 33 هم حالا واسه ما رادیانس من تا اوک دارین تراول دو آقانیم باف داره میخره. یزید ایسی ابیسال بیلینک بخر دوتا بزن دیگه. خب تمپلاره رو کانتر کردن ولی با وایپر و فینیکس با این بیلدی که من دیدم کانتر نمیشه، جدی میگم. یه سیف میخواد که الان داره دیگه، شارد روبیک هست با یکی دو تا فورس استف که میخرن اینا، همین بسته. اما از هم دیگه ناگا رو حداقل بند کنن. آره میتونن نکش اکشلی الان که دیگه بابا دیگه واقعا دورشون ناگا رو بند کنن. دزل هم همچنان حتی دیگه دزل اوریکل ندارن، ولی خب اونورم لسپیکشون میتونه. فکر کنم وایپر آفلین روش سرمایه گذاری کردن، بغل تاینی هم لاینش قوی میشه، ولی خب میتونن میدلینش هم بکنن. پرایمال این دوتا رو میتونن عوض کنن، ولی خب پرایمال میدلین و با توجه به شناخت پلیری احتمالا همون پرایمال آفلینه. یه کری میخوان اطلاع ناگا رو برو مستر 33 رو دستوری کار قرارم برس اون شکلی ندارن. برو مستر نرسه به چیزی به نظر میاد، حتی اقل ناگا رو بند کنن کار در اومده احساس میکنم. چرا دیگه وایپر کری نمیکشن؟ کنده بابا، لاشیه، هیرو راه نمیره. دوئل گاردین بزنی دوئل میپره، جدی برو تست کن. میدونستم داداش بچی تست کنم، مثلا تست نیاز نداره. دلفین هم پرواز میکنن. خب فیس تست وایدو بند کردن، انگار از ناگا نمیترسن، ولی به نظر میگه بعد بترسن. درست حالا انچنت سیلوجنش هم کپچر میکنه اون تو لاین، میگه تو لاین باشن بد نیست، ولی روبیک برومستر هم تو لاین خوب میزننش. اما بازم به نظرم ناگا سایرن رو باز نظارن بهتره. این برم لینا بند کردن، یه حسی به میگه که کنم بیام دیار بی برو با اینجا رو میوت کن. آره آره که ساس میکنم وایپرشون رو میخوام بدم مید لین. دوتا مید لینر رنج بند کردن، نیشا جلو وایپر اگه مید لین باشه دوست نداره فکر کنم تمپلار بزنه، هیروی خوبی نیست. با چی میتونن وایپر وسط پانیش کنن؟ نری من اگه میخوای بری نری. نری لینا رو بند کردن داداش. لینا و پارک واردن بنده، همون دزل الان هست. آنتیمیج هامه، نه آنتیمیج رو تمپر من دیر نیستم. همون ناگا باز موند. من به نظرم اگه
دزل نکشن که جلو ناگا خوبه، همون دوباره ناگا رو بزنه اونور. آک کشیدن. پاک اوکی. جلو ناگا هم بد نیست پاکالا خیلی، ولی همون از روزی که ناگا جلو بیفته بازی و پاکو اذیت میکنه. برعکسش نه، برعکسش پاک جلو باشه هر کنون بهتر ایلیگه می شروع کنن اون دیگه می دیم اذیت میکنن ناگا و پاک. لونا هم هست. اسپکتر، اسپکتر این پچ آمه؟ مستر آمه، یاد مستر آمه افتادم. مستر آمه رو مستر آمه رو کی یادشونه؟ اونم اسپکتر بود یزید. مستر آمه پلیز. مستر آمه اونم یزید اسپکتر بود. من دوست ندارم اسپکتر رو، خیلی به نظرم دیرپزه. ولی درفتی میذاری جلو هم یه لحظه الان برومستر مان چیکار کنن اینا سوالم. ندارم بسش برومستر رو هیچی ندارم براش. حالته من فکر نمیکنم ولی تمپرالی با کریه خواستی نمیتونستن برو بزنن. من همون ناگا سایرن تو ذهنم بود، بند نشد ناگا. راستی این چیزه، این وایپر وسطه. آره دیگه تقیه پاکو میزنه که وسط میدونست. نه دیگه نیشا خودش کشیده بعد خودش بازی کنه، به معلوم بود تقریبا وایپر وسطه پرایمالشون آفلین. آخه لینا و آرکواردن رو بند کردن، نمیدونم حالا آپشن چی داشت اگه میخواست پاک نزنه. یه بار هوبو هری بزنم رسید. یه بار چی؟ هوبو هری با بونتی اصلا پلیر ساپورته، با بونتی رفت وسط جلو وایپر. شاید باور نشه ولی مثلا مینه 15-5-0 بود، رنده کرد. یک گرفته بود، هرسش اصلا کافی نبود واسه بونتی. با یک فارم میکرد پول میکرد سمت خودش، لانو کجدار و مریض، بعد افتاد تو بازی اصلا وایپر اوت شد. بعد اولش هم گفت من این مچاپ رو بازی کردم با بونتی، شعار نمیخورم از وایپر. والا نمیدونم میدونیم با پاک چیار میکنه. کونکا میزد، کونکا جلو وایپر. به نظرم که جلو وایپر نصیب نمیتونه بیزنه اصلا هیچ جوره بونتی. با یکیش میزنه یک گودانش کمه. آه با یک لستیت بزنه. آره لستیت بزنه. آره. با یکش بعدش هیچ مجیک استیک شارژ میکنه و وایپر رو. من فکر میگه با یکش وایپر رو هرست میکنه اینجور. نه نه با یکش وایپر همه رو میزنه، همه رو دینای میکنه، با پولش سلف میخره اصلا مهم نیست. تانگو میخره علاوه بر باتل. گولدان یکش هم خیلی کمه بونتی. آره 4 ثانیه است تا جک من میدونم. Anyway حالا که بونتی نداری بینیم با پاک برای چکار کنه جلوی پاک. اچپیش هم دارم تو رو کم و کمتر میشه. چی زدن بهش؟ باز دوباره یه درخت بهش برد کردن. نه دو شدن. نه دیگه تازه بازی قبلی سه تا اکسیدیم گیمی سردش بود. برداشت رسمی. آره آره خب این وقت پرایمال بیست بقل مسترامه پلیز آنه. مثل رامی پریز بقل فینکس خیلی لاین پسیویه، فقط در صورتی که اگریشن روبیک برو مستر فیل بشه فکر میکنم اینو بتونن کیل بگیرن. خیلی هیروهاشون به نظر تو لاین پسیو میاد اول بازی. این طرف هم من همیشه میگم یه بار دیگه هم بهتون میگم، اگر نمیدونید آنستاتو بزنی اگر دیسپلیت کنن آنستاتت کنسل میشه، با دو انچندس میتونن نذارن آنستات کنه. یه خورده سخته ولی شدنیه. تمپلار انچنتس شده آینی پرایما رفت کوریر بزنه، یه نیمچه پولی هم فکر کنم میخواست بکنه ولی نه. کوریر رو ازش جفت کوریر رو دادن بابا نریمان. اینا من با اصلا هر بار بهم بیشتر از قبل ثابت میشه که اینا اصلا
کوریر برایشون وقت اینه مینهند قابل کنترل کردن نیست انگار، انقدر فوکسشون تو لین و بازی و لسیته. زشت‌ترین حالت ممکن کوریر رو میدن. سینیا خیلی خوب اگروی کلیپا رو گرفت نذاشت. او بس از 3-1 جلو 7-5 ولی یه ویو کامل داره میاد. اگر این ویو بتون بزنه نیشا با فیز شیفت یه دینایی هم زد شاید پشیمون بشه فیز شیفتش هدر داده، ولی نه 7-6 جلو 5-2 شد. دو تا لسید با 4 تا دینایی بیشتر زده وایپر فعلا. 6 را دینایی خیلیه سهر بوده. این برم تیمپلاره چقدر لاینش خوب بوده. پرایمال 7-9-2 باطل نیشا اومد که اجدار و مریض سر کرد. اصلا میگم تعجب کردم پاک رو انتخاب کرد، چون نه خیلی هیرویی دارن که اسپکتر که اصلا پاک براش مهم نیست، وایپر همینطور، یه دونه حالا پرایمال شاید. نه اسپکتر رو نهیده بود ولی اون چهارتای دیگر دیدم. تاینی و چیزم خیلی براشون پاک مهم نیست. تاینی فونیکس بعد ببینیم اصلا نیشا آره، میگم چکار میکنه با پاک. خیلی لسپیکی بود که میگم اصلا کردم خیلی بر وین نیومدن. میتونست بهتر باشه آخه میگم باید. آپشناش هم باید نگاه کنیم. واقعا به نظرم دزل خوب بود، یکی لینا خوب بود که بند شد با آرک واردن هم حالا نمیدونم بند بود چیز دیگه هرچی فکر کردم دلو لینا باز بود؟ نه بند بود نیم دزل باز بود. نه دزل وایپر نمیزن خب برو مسک 12-8 جلو 7-3 اسپکتر خیلی خوب زدن آمه. یه لیفت خوبم زد اونجا باکسی ولی کافی نبود انگار واسه کشتنش. اتک آخر رو داد اشپی شد 8 آره دقیقاً چه 8 دیسپر زنده بون. دابل بریسر هم خرده 33 لین رو میخواد رنده کنه از اونجایی که سیور ریدینس میرن معمولا. دابل بریسر واسهش خیلی خوبه. دیوای اونجا مهاجم شکایس دایو و بیزنه رو هوا لیفتش کرد باکسی داداش هم 33 آبجو رو کشید زیر پاش. فینکس یه الان دیسپرشن داره، دیسپرسر هم بخره دیسپرس میکنه اینا رو کلا داره کلا کمبوی قویه. افسورده هم باشه دیپرس میشه اون موقع. دیپرس هم باشه دیسپرس آره دیگه. این هم از اون چیزایی بود که توی 40 سالگی بهش میخندیم. هنوز زوده برای خندیدن. آره نه بعدی 14-5 جلوی 18-10 دیسپرسیون داره دد جوک آلرت. آفر پرایمال اونجا ویوا رو با هم چند تا یکی کرده برزید تا برف آرم کنه باکسی با بلاد گرنید. اگر ایلوسوری آرب کانکت بشه خود نیشالا درخت ها مراقب نباشه ممکنه بمیره یه دونه بیشتر نبود مرد. آره ایکس پی نداد همین که ریست شو تیپ رایگان گرفت. این چه گلافز آفیس خیلی مایداست آنه با گلافز شروع کردن. نیشالا هی هرچی ایروش ضعیفتر باشه پر روتر بازی میکنه. این خوبه. الان ایکس بی از وایپر جلو اگه زودتر شیش بشه با جوین بعدی هم وایپر رو بکشن به نظرم خیلی میفته رو غلطک لیکوید. ولی اگه دوم به تله بده وایپر جینکیو هم داره پشتش بازی میکنه فعلا. وایپر رو چقدر باکسی خوب بازی یه بار دیگه وایپر رو کشتن. 7 ثانیه بعد اینکه زنده بشه البته تی پی داره. اولین پاور آپ هم رسید به پاک اینویزرونه ولی خب از پایین یه ذره فشار خوردن داستان شدیم. بازم تمپار بعضیش از اسپکتر بهتره. پادکست پیمان گوش کنید ببینیم چی میشه کرد تا من برگردم به دوتا. این بعد رفتن رو آمه به همون روش سامورایی با
برن دمیج بله با لسیت زیر تاور روبیک این دفعه اچ پیش 8 نشد، آمه مرد. یه بار دیگه اسپکتر رو کشتن، اتفاق خاصی در جریان نیست. تمپلر اساسین رفته جانگل بزنه، تاورشو زدن لاین پایین. اتفاقا قبلا بچه ها میگفتن آقا مثلا فلان پلیر بره از تان را چجوری میشه وضعیت و اینا، من اینجوری بودم که اتفاقا تجربه جالبیه. الان دیگه تو تان را هیچکی نمون، یه بخشی از تان را میشد مربیش و حالا اسنکینگ واسه استراتاشون، یه بخشی از تان را میشد 33، حالا ناین هم که بدبخ خراب شد بازیش، اصلا اسکیتر هم که دنبال استنکینگ رفت. الان برام جالب شد، حالا دیگه هیچ کنم از سیما اونقدر باسه شون ارق ندارم، ولی سیوسه رو دنبال میکنم، فالکن هم دورا دور. به عجب کیلی گرفتن از دیوار دنبال میکنن، یک کیله آره اتکه رو هوا خورد اصلا. آفرین آفرین. بخ آمه اسپیکتر لیول 4 مجبور شده بره جانگل، این اونجاییه که تو متوجه میشی لسپی که دیگه ذره پرفکت نبوده، حتی اقل لیول 4 اسپکتر داره میدیوم کمپ فارم میکنه با ارناف شادوز. اگر الان لیول 5 5 اونیم بود واسه 6ش فارم میکرد باز خوب بود، که حالا با 6ش جوین میداد ارنم شارژ میکرد، ولی خیلی حالا تا اونجا فاصله داره. انچنتس وسط رو کمک کرد در آورد کارو، فقط از لاین پایین اذیتن، که اونم میگم تمتور اساسین و لونا و ترور بلید و اینا هیروهایی نیستن، حتی ناگا سایرن لاینشون رو فشار بدی خیلی اذیتن، راحت میرن. جانگل همونطور هم شدن، تمبلار کاملا تو بازیه. یه ذره فقط پرایمال فری بوده که اونورم 33 کار در برده. یه بار دیگه اسموک جفت سپورتا پشت پاک دارن بازی میکنن، جینکیو رو پیدا کرد این سینیا، ببینیم کامیت میکنن واسهش یا میرن بعدی. نه همون جینکیو رو فعلا ترجیحاً بزنن، ترپش هم پولدان میکه، مجبورشن دیریم کلو بزنن باکسی حساب کی نریمان کیو کیل گفت فقط ساپورت هزینه داره، هزینه داره، ما این همه را اومدیم را اومدیم نمیزنه به نظرم پرایمال اسپیلیتو با دیسی بود. دیسی بود، من میگم این چرا پرایمال نمیزنه، شل کرد من سیاسه دلغک نبوده نزنه که مثلا حیف نشه. اصلا سیاسه هیچ وقت AFK نمی کنه، حتی اگه نخوادم 6 بزنه موو میده 0.2 ثانیه بیشتر تایم میخره برای تیمش. وای تو دیسی کشتنش سیاسه رو، وای ببین فردا سرش کاش تو مخشون نره. آره تو مخت خیلی نره، خیلی فشاره. بعد تو مخ 33 هم این چیزا خیلی میره، من شخصیتش رو میشناسم اینطوریه که اصلا بهش میگن سور لوزر، میگن 33 سور لوزره، وقت ترش میکنه یعنی جنبه باخت نداره به خود خودمون. آره سر تو مستند هم نشون داد دعواش میشده، اون بازی که فکر کنم ناین پاندا بود از پایین چند کریپ میداد دمه های گراندشون با اون چیزا. آره آره با اون اسکلتا دعواش شده بود با اسکیتر، میگفت بابا اسکیتر به اسکیتر میگفت بابا برگردیم ریاکت کنیم، اسکیتر بهش میگفت بابا خبری نیست. بعد اینجوری بوده که بابا تاور پایینمون رو زدن داد و بیداد، بعد سر اون انقدر دعواشون شده بود بعد بازی هم پریده بودن به هم داشتن توضیح دادن بازی هم باختن اونجا به نای خاندا. خب اینجا نوازن سلامت توی آلچت چیز ها؟ اینجا نوازن سلامت. آره اینجا نره تو موقعی شانس آوردیم، تو آلچت هم چیزی ننوشتن که حالا نشونه یه نیش و کنایه به این دی سی باشه. من میگم چون اولتشو کامیت نکرد و مرد، حالا اونقدر هم واسهش بد دارم اینجوری که اوکی حالا حداقل اولت همون ندادم. خب همونو تیپی میکنه وسط برو مستر، اسموکو از باکسی میگیره، دوتایی میخوان بکنن وایپر بکشن. بله وایپر رو در جا میبینه روش
سیندر برو رو میندازه بدون اولت، وایپر رو فکر کنم بدون اولت بکشن، زیاد نمیخوان کامیت کنن، فقط مراقب باشن پاک نمیره. سیو چقدر وایپره داره سفتینگی میکنه، کیلش هم این سنگه دیاده پاکای هاش کیوپید افتادن که بعید بدونم کشتنش. البته خیلی قیاس مل فارقی اون، ولی هم که 4 به 1 اینقدر سفتینگی کرد به نظرم رگه های هاش کیوپید رو میشه توش دید. حاجه هوکت کرد جفتش رو کشید. وای آره این طوری بودم توش چیکار میکنی گریف کردی چرا؟ آره سنکین بود. آره پاج سنکین بودن، گفتم توش هم لاین یارو رو خراب کردی هم لاین خودتو با این کار خراب، چیکار کردی؟ دوتا لاین رو وین کرد برای حریف. ایزی بریزی لمن اسکویزی. خب بالاخره آمه تو قهر جنگل لول 6 شده، نزدیک لول 7 داره. اورکید فارم میکنی یه ذر پاورتریت ارن آف شادو اورکید نیشا هم یه مقدار اونجا پوزیشنش بیش از حد انگار اگریسیو ایلوستوری اورب هم داره واسه اومدن عقب. خیلی سری ریاکت کرد یه ذره رسید. اوه چه آوالان چی جینکی اون و شونه دابکی برای ایکس ایکس اس یک کم میگم پوزیشن پاک بدون اچ پی و مانای درست حسابی و باتل خراب بود ولی خب. ولی حاجی این ایکس ایکس هسته اگه دیسکورد چیزش بیاد هیچی نمیشه. آه کشتن این هم این بعد دیگه تیه یا بکشن. آره دی پی اس هم خیلی دارن فراوون، این سینیا تیپی کرد ولی قرار نیست نجات بده کسی هایی برن باکسی اضافه شده نیشم داریم دونه دونه دارن میان. وای خب زودتر حاکم دیریم کویلو میستاد سره میزدی خب موش بخورد از اتفاق میشه زد فرار کرد. کاش وای آبروی لیکویدو بردن قشنگ. این ایکس ایکس خیلی قدیه نزدی. الان این الان خیلی یه ایترنال شرات بخره جدی فقط نازش میکنن هیچی از فقط رو ملت رد میشه پرایمال بیست. آره باز هیولای اصلی زاخاره اصلی شونه این بازی قبلی نمی کشتنش اونقدر دردسر نمیشد برشون ولی این گیم به نظر اونجوری نیست. گیم قبل یه اونقدر ساستین ندارن جورش وایسن. آلکمیستی بود که فارم میکرد و خیلی درمی آورد. هرچند من میگم این 33 هم الان با این برومستره ایمپکتش دو برابر آلکمیست دست قبله. این رادیانسش به نبیس بیاد ولادیمیر خریده داره رادیانس. آره خیلی ولادیمیر رادیانس از لحاظ افیشنسی و اینا خوبه ولی از لحاظ ایمپکت حالا بابا چرا دیر میشه دیگه تا رادیان رادیانس راش. نه بابا ولد خوبه اوکیه اوکیه بد نیست جدی میگم. این ایکس ایکس اس دیگه خیلی زیاد داره الان کیل گرفت وگرنه این بیچاره کم نداره خیلی هم خوب داره. ببینیم تایمینگ ریدینس برو مستر واقعا قویه کلن هر موقع میتره. آورای ولدم که روی اون خرسنگش مثل که میمونه. این سینی هم داره درامز میخره ولد درامز رو دارن. نیشا خرید ویچ بلید. خب تمپرال اساسین که بیلدش او نریمان بیلدو عوض کرده تمپلار درگن است دسول خرید این گیم. احساس کرد میولی رو چش بستم اونقدر عالی نیست. خب ببخش من تلفن الان اومده خبری نبود میگم تمپلار درگن است دسول خرید این گیم. این گیم نرفره میونیر داره. اتفاقا این گیم برای فینکس میولنیر بدیش نبود ولی خب این گیم ولی خب خود هم وایپر خیلی ماجیک رزیست داره هم وایپر خیلی ماجیک رزیست داره میولنیر رو کم تر داره. دست قبل ناگا بود یه ذره داستان بود. این گیم وایپره این گیم وایپره. این ایکس ایکس هم الان شراود رو میخره بچه. این که هم به فیزیکال سفته هم به ماجیکال اصلا اینو که نباید ببینی بقیه هیروهاش رو باید ببینی. فینکس خیلی آرمورش کمه تاینی هم بالا
با آنستات رفتم رو اسپکتر دیدیم کل همه چی هم زدن هنوز نمرده مستر آمه. مستر آمه اینجا کارش تموم شد، باکسی با اشفی خیلی خیلی پایین داره، دست جینکیو در میره، یه اگرو هم گرفت از کریپای جنگل با تیری ترو کارشو کرد، یه تیپ هم به نیشا داد اونجا دابل دمج داد، شیجوره نمیکشتا مستر آمه رو. آره یه لحظه بعد تازه روبیکم آنستات لیول 4 خیلی دمیجه با اونم کمک کرد ولی خیلی اذیت. خوبه میکه داره نتفورتش میاد بالا و این نشونه خوبیه، حتی میتونه بلینچ هم نخره، یه ضرب بیکبه ای چیز آخه بیکبی هم بخره همه چی رو بیکبی رد میشه لامصب. نمیدونم گیم بیکبی باشه یا نه، بیشتر گیم دیسپرسره یا حتی گیم لینکن. خب سیوسر اونجا پرایمال اسپلیتشو نتونستن فورس کنن، هیچ پیش تازه نس شده. بیکبی برای تمپلار میگی همچیارو شد میشه؟ آره اصلا خوب نیست. آره اصلا خوب نیست. شیشه وایپر که رد میشه، شیشه پرایمال رد میشه، شیشه فینیکس رد میشه، شیشه اسپکتر هم که رد میشه و اینجوری هم که صد نمیخره صد نباید بخره. ولی لینکن خوبه، نه وایپر رو شیش میکنه نه پرایمال بیست رو شیش میکنه. یکی اسپکتر لینکن نمیشه، یعنی نه شیشه شیشش میمونه، شیشش آره شیشه اسپکتر مثلا عالیه. آخ اولین اورکی دفتر رو پاک آوارنساس هم بهش زدن شیرون نداشت که همون اول مرده بود، انیوی کشتنش ای هم واسهش کامیت کردن. اورکی دریویل اسپکتر بود، این اورکی دریویل خیلی قراره فکر کنم پاکو اذیت کنه ولی یولش داره میاد، یا 400 تا دیگه یولشو میخره دیگه به این راحتی یول بخره. آره این برم جینکیو یا آوارنساس چیخ پسر انچنتس تاسپکش کرد، شیشه وایپر راحت بریکش کردن کشتنش. ابتکار عمل دست اکستریم گیمینگه به نظر، با اینکه الی بعدی نداشت لیکوید ولی الان فکر کنم به خاطر ریدینس برو مستر مخصوصا تا فاهمی که بعدشون رادیانس برو مستر اونو بخرن بعد یولز آک دو تا رو بخرن به نظر میاد قوی میشن. ولی حرفت شد ها پیمون، ولاد اگه نیمی خرید مثلا یه سول رینگ چیزی میخرید بر مانریجنش یه زب رادیانس میخرید الان اون با رادیانس دو دیدم بوت هم نخرید نریمان دو تا بریسر خرید رادیانس. راست میگه اگه رادیانس راش میکرد الان خیلی الان میتونستن ریاکت کنن همشونو بکشن، ولی خب چون رادی نداره خیلی نکته ای نداره. رادیش بیاد به هر حال باز اینا قوی هن. حالا درسته یه ذره گیم برگشت ولی رادیش بیاد دوباره میزنن به نظرم. کلن اگه مگه اینکه دیگه برو مستر خیلی عقب باشه بازی، ولی تو بازی معمولی هر موقع که رادیانسش میاد قوی میشن و یه دونه چنت سیگه کشتن، یه آنستات هم باکسی دوزی دارن. باکسی دوزدید روش میخوام برم بزنم نه جمع جمع میکنم اسپکتر جمع میان اسپکتر آمه یه لحظه فکر کردم میخواد بره رو ویو بعدی نشون بده بدون اسموک هم دارن میرن دیفات. اینجا ویو نشونش داد میکه مل استرایک رو زد به کریپ، سایلنس هم رو سر برومستر نتونه اولد کنه بگیرته، چقدر دارن دمیج میدن به اسپکتر. دیوا اینجا بالاخاش در اومد، برومستر همچنان نمیخواد اولتو پاپ کنه، نیازی هم نداره، پیش نصف هم نشد. آنستات رونالدینیو ایکس ایکس زد و کشیدن عقب، پامر رو نجات دادن، خوشحالن ولی خب خیلی هم براشون خوب نشد چون برومستر به رادیانسش داره میرسه کم کم. چقدر به آمه دمیج داد ولی پاک همین فایتش هم خیلی زد پاک پاتین که هیچی نداره بدبخ دیفنسیف اورکید خریده اورکید خریده داره یک و صد دیویسش میشه. البته این الان ومبریس پاورتی دو عوض کنه از یک و دیویس میشه تقریبا کنم یک و چهار ساخت میزن گفته شو استرینگ چقدر خوب میزنه این سینی ها چیزو این هرچی داره آرمور ماجیک رزیسته به پیور خیلی خوب واکنششون داد خوش آمد دو تا آره. هیت این پچ اصلا کلا احساس می‌کنم دمیج های پیور خیلی هم تیمبر هم انچینا بابا والا من اومنی پچ قبلی میشه این پچ احساس می‌کنم خیلی مثل قبل نیست جواب اومنی آیتماش نداره دیگه الان آیتم جدید نداره دیگه میجستر اینا مثلا نمیشه باش خرید. خب این بعد آمد در جا برک میکنه بعد کسی تو مپ نشون نده الکی بخواد بره که اورکیدو کی خرید؟ آه اونا اینا اورکید کردن پشیمان اورکید فکرم اسپک اورکید کردن
نه برعکس آره دیگه نه فقط لیش شد نه خبر یه لحظه فکر کردم اونا اینو اورکید کردن اونا هم اینا رو اورکید کردن اینا اونا رو اورکید کردن اونا قالی پیرمرد پدرمونه اصلا خیلی اون لفظ آخرش گفت به قالی پیرمرد پدرمونه اصلا اون خرابم کرد روشن مثل این که نمیخواد ایکسیم گیمینگ بده همونجا زیر تاورشون جمع شدن منتظرن اسپکتر بیاد اسپکتر هم 6 داره و منتها یه یاشه بیشتر دستش 6 بنده خدا اگه بد پوزیشنشه خیلی بد میزنش ریدینس برومستر اومده من فکر نمی کنم ایکسیم گیمینگ تصمیم درستی گرفته باشه واسه دف دادن این روشن بیلین که پاک هم دستشه اینیشیشن خوب دارن میشم نریم اون لفظ رو اومدیم داریم میره واسه بیکیوی جدی بازی قبلی نخریدیم بازی داریم میخریم اصلا بیکیوی خوب نیست اصلا خوب نیست میتیل همه رو خرید حتی باعث نمیشه ریفرکشنش نپره همه چی رو میزن ریفرکشنش هم میپرونن ایزی یه بازه شاید مثلا بهت بگم یه بازه 10 دقیقه ای قویه ولی اگه تو اون 10 دقیقه نبرن من خیلی دیگه میترسم برای میکه 10 دقیقه قویه باره کلیپشون هم دیوار کردن بکی بیش طولانی باشه مجیک ریزیست میده بهش جلوی اینا ولی خب لینکن خب اسموک رفتن رو آمه نریمان اسموک رفتن رو آمه اون گرگه چنتس بیتش کرد یه ذره نیشا میپره زیر تاوری کم سخت بیست کردن آمه فهمید بابا نه چرا آمه رو این برم وایپر رو پایینی زیر ترپ های تمتور خیلی اذیت شدن سایلنس خوبی هم زد پارک رو بیرس کرد جینکی وات فاک میبرم فینکس اومد هیلو گذاشوش آوالانج تاس یه دونه خورد یه لوتوس تاینی رو حاجی یه لوتوس تاینی رو پایینی مایداس دگر چرا داره ببین لست بیر که پاک بزنی همینه دیگه بزن اول آخر هر چقدر میرو خوب بازی کنی این جایی میتیر همه لیدونی شارت داشت دقیقر دستش شارت هم اتفاقا دو تا کویک بایش برداشت آره سر همون منم یادم اونجوری بودم که الان اون داشت جفتشون دو بار سایلنس میکرد تموم بود به هیچی نمیرسیدن چیه تا اینی پوستشار سولو کردی ولی سر لوتوس زد استیک رو زد لوتوس رو زد اچ پیش واقعا یک شد داشت میکشتش میشه استیک لوتوس داشت استیک رو یه لوتوس گریت زد اچ پیش برگشت بعد آوالانشتاس کرد ولی خب پاک همینه دیگه یه دونه آوالانشتاس بشی میمیری چرا واقعا من هنوزم برام سواله که چرا آره بعدش هم آقانی ملستور میخره همون بیلدی که دوست داری آقانی ملستور الان بخره قویه الان یول داره آخه یعنی اوکیه ملت بدونه هیچ میرن آقانی ملسترون بعد یه ارکید میشن میمیرن یعنی اینو من هزار بار دیدم هزار بار این تیکر دیدم یه سایلنس میشن میمیرن مثلا یه ماین بریکر مثلا علی ماین بریکر داریم الان یا حذف شد رستی از آیتا ماین بریکر داریم رفت تو تیر 4 تو تیر 3 دیگه نداریم الان تو اساسین لیول 18 دگر بی که بی دسول هم دستشه هیروی ضعیفی نیست در حال حاضر اصلا نمیدونم چرا اون فایت روشو ندادن با ریدینس برومستر و این داستان ها خیلی تایم خوبی بود دستشون اکستریم گیمینگ ریاکت کرد اینا هم ترجیح دادن فایت نکنن الان وایپر آقانی چه آقانی میخریده اذیت میکنه آره الان خیلی بی کی بیش خودش داره روشن میزنه با این آقانیم که وایپر خریده بی کی بی تمپلر اصلا ماسته باید داشته باشه ماست آره الان واقعا پی کی ویش اوکی شد بعد ایش دیگه هم هست الان راست میگه پوری تو چت من دیدم راست میگه الان داستان اینجاست که خب پاک فرانت لاین نمیکنه برو هم که میخواد اولت کنه تی ای رو میزنن دیگه تی ای اگه بی کی وی نداشته باشه نمیتونه واسه جوره لینکن برای پوزیشنه واسه تو پوزیشن اولتی اسپک نخوری فلان نخوری ولی تی ای تو این بازی پوزیشن نداره که باید بره جلو یعنی راهی نداره چون بقیه نمیتونن برن جلو
اونا اصلا نمیتونن. یعنی الان اسپکتره هم وایپرش میره جلو، هم پرایمالش میره جلو، هم تاینیش میتونه بره جلو راحت، ولی تی ای همچین آپشنی نداره کسی بره جلو این تو پوزیشن واسه بزنه. یه جورایی بی کی بیه خیلی هم واقعا چیز نیست، دور از انتظار نیست، واقعا نیازو داره، خصوصا برای های گراند. هر کاری بخواد بکنه بشاره میخواد. آها حالا ببینیم اینو میکشن، میکشن اینا دیگه میکشنش. سیو سر قشنگ ببین ته کوچه بنبست گیر آوردن و ته کوچه. آره الان اسپکتر با اینکه نتفوتش واقعا خوب نیست نسبت به تمپر، ولی اینونتوریش ترسناکه. منتا اورکید بعد یه چیز دیگه می، حالا اینا هیچی باز بگیم اینا، ولی دیگه برای آقانیم وایپر صد بی کی بی هم میخواد. این پی ار سی باف ایمیونیتیش نوعه دیگه، برای آقانیم وایپره بی کی بی هم میخواد. میتونه برای آقانیم وایپر بعدن دیسپرسر هم بگیره، دیسپرسر هم خیلی بهش کمک میکنه، لینکن دیسپرسر ولی خیلی گرونه. دوباره اون بحث گرونی هست. این برای آمه اومد لحسیت انچانتز هم زد لای درخت ها تاینی پیداش کرده بود. شب باورت نشه، فکر کنم درام میزد زنده این. داره داره انچانتز بعد از درام درگن لنس پاورتیلی تازه داره مایداس میخره، اینجوریه که بازم بازی فرسایشی. این من این گیم رو پنی نقه دیگه میبندم، میگم ادامه این ویدیو رو از یوتیوب پیمان ببینید. ویدیو رو هم میذارم یوتیوب، شب باورت اونایی که یوتیوب میبینی اگر الان چک کردید و دیدید خیلی چیز زیادی از ویدیو نمونده. اوه راستی. آره بدونید که بدونید که بقیهش قراره از ویدیو پیمان ببینید. اینجا هم ساجست میکنم، اکچولی حتی ساجست هم نمیکنم، خودتون دستی باید برید توی یوتیوب سرچ کنید الاغ پرنده، ویدیو رو پیدا کنید. اینجوری خیلی بیشتر حال میده. چه مرض حرکت نکنه حال اندسکرین براشون بذار. نمیشه عادت اندسکرین موج گردن نمیشه. آره اونجا نمیذاره اول اینه. آره نه اینو میذاریم یوتیوب، صد این میره یوتیوب، ولی خب من وسطش مجبورم ببندم ریدتون. ریدتون هم که نمیتونم بکنم وسط تورنمنت ریدتون میکنم مثلا یه چنل رندوم پابجی موبایل مثلا. ببین آره باش... من دیدم پابجی موبایل رو پی سی بازی میکنن توی استریم. چرا نمیدونم پابجی خود پی سی رو بازی نمیکنن؟ پی سی بازی نمیکنن، رو موبایل استریم میکنن پابجی موبایل. نه نه داداش رو پی سی بازی میکنن، شاید کپچرش میکنن با موس کیبورد. نه نه دیدم با موس کیبورد مثل این قانونی هم هست که... آره آنفره ولی قانونیه. من پرسیدم نمیشدم مشکلی سرچ کردم دیدم مثل این که مشکل نداره، چیت حساب نمیشه قانونی. ولی خب چه کاری آدم بره خوب پابجی معمولی بازی کنه؟ نمیشه قانونی زیر سن قانونیه، بعید بدونم من چیزی. نه نه سرچ کردم، سرچ کردم. خیلی زشته منظورم، خیلی زشته. من اصلا میگم اونی که بازی میکنه چرا نمیره پی سی اونجا باکسی رو شروع کنه چقدر داره پرمال 22 پرایمالیست پرست بشه، نصف نتورس بازی از بین میره واسه اکسیلیم گیمینگ. ولی داداشم این سینا واسه تمپر اساسین با هوریکین باکسی همون بر با تاینی داره اتک تو اتک میکنه با اسپیه چوس پسخال زنده موند. اتک های سنگیر تاینی ولی با درگیس میره پایین. 33 با چوس پسخال اسپیه اومش زنده مونده، بعد سریعتر برگرده رو حالت اصلی الکی ریس نکنه. اسپکتر از ایجس بلند شد تک به چهاره ولی اچ پی این بعد خیلی زیاد نیست. آمه منتور میزنه پاک، یه اگریسیو بتر خوب آفرین زد با بلینک اومد عقب، یه دونه زد به آمه مستر آمه پوت شد. پرایمالیست رو نباید اونطوری از نریمون. چه جوری پرایمال مود بی کی بی نخرید؟ بی کی بی نخرید، داره آقانیم میخره. خدا اون بی کی بی نداشت، داره آقانیم میخره. ببین این فایت پرایمال بی کی بی داشت تموم بود، پرایمال نمیمیره. همون اول زرتی کشتنش 700 تا دمیج داد مرد. اصلا هزار هیچ میزدن این فایتو پرایمال، فقط یه دکمه بی کی بی میزد واقعا. چقدر بی کی بی تمپلار درست تمپلار خورده، 700 تا از انچ خورده، 700 تا روبیک خورده، 500 تا پاک خورده، 300 تا امبور مستر. گفتم یه 10 دقیقه قویه این اول، این 2 دقیقه اول اون 10 دقیقه است.
الان تا یه 7-8 دقیقه این تمپلارا قویه، خصوصا وقتی این بیکه خیلی اختلاف افتاد. 7 که افتاد جلو از اصلا همین الان اون ولیویی که باید از بیکه میگرفت و میکه گرفت. خیلی همین الان میتونه آیتم بعدی اگه خواست حالا پرچی میخواد لینکم بخره 2600 تا پول داره. اون ولیویی که چیز دارن دیدی دارن میتونن روش بزنن الان. روشو اصلا نیومده چیز ایجیس داشت اصلا ایجیس تازه دادن آره. ولیوی که ولی میخواست بگیرم گره ازش. آفرین اینجاست که شما میبینی و یاد میگیری و هوریکینش هم یه ذره حالا نمیدونم اگه نداشت آره اگه نداشت چی میشد ولی اسپیکر دستش رسیده بود آره میگم دستشون نرسیده بعد با هوریکین فاصله انداخت آره یه چیز هم داشتن ارائه مورد من اصلا من باورم نمیشه. و این سینیا گیگا چدوار واسات اگو زد چیز ول کرد میکه اگو ول کرد این سینیا واسات زد اونا رفتن چیز آره میکه. بعد این نگاه کن تاپ نت فورسشونه حالا الان که یکم باز برگشت قبل از این بیشتر هم بود پرای ماله وقتی بمیره با اون نت فورس واقعا آن فایتبل میشه. خب لیکوید لیدو به دست آورد میخواد یه کاری کنه نریمان قبل اینکه بره بازی دو هیچ کنه. من بعد برم به خدا وقت رادیولوژی برای گودی دارم و وگرنه دکترم از ایناست که اصلا چیز نمیشه چی میگم خیلی شلوغه کلی دالی یه بار از آمریکا میاد دوتا مریض میبینه نه حالا اونجوری ولی وقتش هم دیگه پره امروز نشه صد برای پس برداشت دیگه فردا وقت نداره. آها میگه که پابجی موبایل اگه با پی سی باشی تو رو شناسایی میکنه با افراد دیگه ای که با پی سی دارن بازی میکنن مچ میکنه. همون اصلا این بحثش ولی به نظر من اصلا بحثم این نبود. من بحثم اینه که چرا اوکی چی بدون پی سی پابجی رو بازی نکنی رو پی سی چرا بدون موبایلش رو بازی کنی؟ احتمالا میخوان اونو مثلا استریم اکثرا استریم این چیزی بخوان نشونش بدن. حالا حتما یه فرقی داره. حتما هم آره فرقای خودشو داره دیگه. مثلا طرف ولی گرافیکش موبایل... خیلی داره اون بعد پابجی موبایل پی سی. خیلی بده. احتمالاً مثلا یه عادت کرده به گیم پلی اون رو موبایل. حالا دیگه همونو میخواد رو پی سی بازی کنه. وای نات. حالا اگر شما پابجی موبایل بازی میکنید توی کامنت ها برای من لطفاً حتما نظرتون رو بنویسید. نظرتون برای من خیلی مهمه، خصوصا اینکه پابجی بهتر یا پابجی موبایل برای من خیلی مهمه به شخصه. همه کامنت هاتون رو در مورد پابجی موبایل میخونم. اف چیه داداش؟ اف چیزه؟ آه یه تئوری خوبه دیگه هم داریم. فینیکس محمد شوالی هست. به به فینیکس داداش داری غلط نوشته فینکسو. یه ما یه رفیق داشتیم محمد فینکس اون اینطوری مینوشه اسمشو مثلا 15 سال پیش تو گیم نت به یاد اون اینجوری نوشته فینکس. محمد فینکس هم بهش میگفت بشم محمد داره. بعد من اینجوری بودم که تو چرا اسمت فینکس تو شوالیه بودی بعد چرا اینقدر غلطه؟ پیمان یه تئوری خوب دیگه هم هست. اینا که پابجی موبایل رو پی سی بازی میکنن پول نداشتن گوشی بخرن ولی پول داشتم پی سی بخرم. درسته. شاید هم گوشیشون رو دزد زده. اینم ایده خوبیه. تا یه مثلا... نفر گفته شاید پی سیشون نمیکشه پابجی اصلی. پی سیشون نمیکشه یا گوشیشون؟ نه پی سیشون پابجی اصلی رو نمیکشه که پابجی رو پی سی نمیشه. فکر کنم آخه اون سیمولیتوره چیستر باشه حتی سنگین. سیمولیتور اصلا بهینم نیست. بهینم نیست. آره واقعا من خودم زدن تو این فاصله تا گوشی جدید بخره داره رو پی سی میزنه. اینم من استریم هم گفته حالا بذار بکنیم. آره استریم هم حالا بکنیم کی به کیه یه پولی هم در بیاریم دیگه. چی نشستن استریمرا راست استریم میکنن پول در بیارن ما هم در بیاریم. نه خیلی بگذاریم حالا اصلا چی شد ما رفتیم وارد بحث پابجی شدیم نمیدونم چی شد منم نمیدونم چی شد ولی خب اینجا زیده وارد خودشون بود و میدونستن وارده به خاطر اینکه قبل اینکه فایت شروع شه باکسی یه دونه لول دزدید یه بار دیگه ترامپل دزدید پولدانه بیکیبی خرید زده ایکس ایکس اس این دفعه با بیکیبی زنده درس مون بلای قبلی سرشون نیمد آمم نتونستیم بر اسپکتر روبیکو نتونستم کنه 33 اونور بکلاین رو گرفته فعلا دو تا از اسپریتاش زندن نمیخواد بذاره دربرن اسپکتر رو داده بالا 33 استان زره تو سر فینکس داره نگرش رو میداره
بچه‌ها برسن ایجس هم دارن، فقط روبیک باید مراقب باشه. روبیک ندر توکسین دو دیره عجب اسپلی هم هست از اون راه دور بندازی رو خود وایپر میچه دیزار نشد. 33 هنوز داره دنبالشون میکنه، دوباره اسپکتر رو داد بالا، اسپکتر اومد پایین. مستر آمه دیسپرسر هم داره بعد منتا، دوباره دادش بالا، اسپکتر رو داد بالا، امونشون رو بریده پاک پیده وسط. 3-4 تا یه فیسیپ تا اتک داره میزنه آمه رو کش بالاخره. 33 بزرگتر از آمه. 33 این بازی کنه اسرائیلی تبار. اون دوستایی که زدن هم با هم عجب 3 بار آمر رو داد بالا. آره این هم میشه، 3 بار آمر رو داد بالا، اصلا فایت رو نذاشتم میکنه. بعد دفعه 3 آمر رو دیسپرسر داد بالا، واسه دیسپرسر که کرد داد بالا، اومد پایین دیگه خونش لخ بوده جورایی، هیچ نداشتن. بعد خیلی باحال بود لیکوید اینجوری بودن که خب ما اسپکتر رو که کشتیم بریم پشت سریا رو اگه میشه بکشیم، بعد دیگه دستشون به اونا نرسید برگشتن اسپکتر رو کشتن. خیلی باحال، یعنی خیلی بیشتر از اسپکتر میخواستن، ذهنیت برنده داشتن اصطلاحا. بده بالا روزی کم اینجا نزاش تاسپک کنه. جونم به باکسی در نقش جینکیوی 2021 ظاهر شد. بالاخره ایجس تمتار رو گرفتن، منطقه بی کی بی داره، بی کی بی شد نظر ایکس ایکسس مجبور شده بی کی بی بزنه. باکسی یه بار دیگه ندر توکسین زیر جفتشون هست، چیکار داره میکنه باکسی؟ افتادن دنبالشون. مینه 36 بازی تانتگاه نکنن، وایپر هم بی کی بی شد زد، وایبک هم نداره. به نظر میاد اینجا اکستریم گیمینگه که تو محل گروهی فوق‌العاده ظاهر شد. آفرین. اولین بازی لوئر براکت داره هست رفتن میشه. ترا این لیکوید مشکل منو فهمید، من اگر به جای قور زدن دست اول از اول میگفتم آقا من وقت دکتر دارم برای بچه زودتر میگفتم جمع میکرد دیگه. آمن نتونست روبیکو بکشه، جی جی شد. نه میزنم جی جی چه فایت آخر. 33 و روبیک باکسی چی کار کردن؟ باکسی 33 بهش میگه آفرین. انقدر میدونی که سیوسه به باکسی چی میگه؟ میگه باکسی انقدر دم دماغ من نچوسی. سیوسه حالا سیوسه. خب بریم من استاتا رو چه منظوره؟ بریم من استاتا رو نشونتون بدم. ایزی بریزی لیمون اسکویزی قبل اینکه 37 دقیقه تموم بشه بازی رو جمع کرد لیکوید. حالا نمیدونم 37 دقیقه میشه چی میشه، ولی خب آقا جی جی اینه قدرت لیکویدی که ما میخواستیم تمیز بازی کردن. 33 خیلی خوب بود، تو همون دعده بازی تزریق شده بود به لیکوید، ترکیب شده بودن، یه لیکوید قوی دادن بیرون. یه سر یه اشتباه ها، یه بی کی بی و یه فایت دیر خرید ایکس ایکسس، یه فایت دیر خرید میکه بی کی بی خرید نرف لینکن، این بی کی بی نخرید رفت فرا آقانیم تموم بود. اگه این میرفت فرا آقانیم اینم میرفت فرا لینکن بازی فیکس بود، ولی این چون رفت بی کی بی این بی کی بی نداشت یه فایتو زدن یهو 8-9 اختلاف برگشت. عجب بازی بود، خیلی بی کی بی درست بود، تو کمتر از 10 دقیقه بردن. بی کی بی شو مینه چند خرید؟ بی کی بی شو مینه اگه طول میکشید میباخت لیکوید به نظر من. بی کی بی نسبتاً زودی هم تا 23 خرید مینه 33 آره دیگه مینه 33 اومدن رکس زدن دیگه. اینجا این ایجیس هم جلوش اینداخت، البته ایجیس هم یه 2-3 دقیقه اون 10 دقیقه رو جلو اینداخت سر همین. تا اینجا که سیاسه ایجیس رو گرفتن ایزی شو فکر کنم اینجا بی کی بیش 8 ثانیه بود، 7 یه بار کلن یوزش داده بوده، دو بار کلن یوزش داده بود، کلا فکر کنم 6 ثانیه نشده. راضی بودم از لیکوید امروز، راضی بودم خدایی بهم چسبید. هر دوتا بازی سیاسه فول ایمپکت. آره میکه خیلی تمپلار خوبی بازی کرد، به روزهای قبل تمپلارش اصلا کیک دبلیو بود، باکسی عالی بود، نیشا هم گیم یک فوق العاده بود، گیم دو بعد بود، این سینی هم که مثل همیشه گیم دو عالی بود، با پاکش خیلی خوب بود، واقعا عالی بود. داره. من اصلا فکر نمی‌کردم با پاک برسه جلو وایپر، ولی رسیدن بهش دیگه، یعنی بهش رسیده، آیتماش رو آورد، دمیج هم زد، ایول هم خرید، اونم نرفت بی خودی الکی آقانیم و میلستروم بخره، ایول خرید مثل بچه آدم، خیلی آره. خیلی ایمپکت گذاشت. بعد هم یول خرید هم بلینک. آره آره یول بلینک خرید. آره هم یول خرید هم بلینک. ما ملت میخرم میل استروم ویچ بلد آقانیم، نه بلینک بخرم نه یول، این بلینک یول خرید ایمپکت گذاشت جدی، خیلی بدم میاد از این پاکای اون شکلی.